خوشتیپ. ساعت خواب؟ خواب بودی گم شدیم. حالا چی پیدا شدی؟ از یکی بپرس. من رو پیدا میکنم، نه برن. خوابم گرفت. پارسا دیروز میگفت برم تهران، میخوام ازدواج کنم. الو بابا، پرو میشه. آقای جنتلمن گفت دیگه اعتماد نمی کنه. دیگه اعتماد میکنه به سر منه. مامان جا بازی تو بکنه. میگن تهران جای خوبیه. نه ببین بابا، من به عنوان پدر به تو اجازه میدم هر جا هر تری دلت خواست بزنی. همین خواهی کار کنم بچه عوضی از آب در بیاد. اون از امواش این است و اونم از کارتونا. چی کار امواش داری؟ هر جا کم بیاری میگه امواش. خوبی منم بگم دایی کچلش؟ کارتونم اگه بده براش نگیر. کارتون نخرم، تو رو کجای دلم بذارم. ببین میزنی بچه یاد میگیره، بعد میگی دستش مثل دوم سگ دراز شده. میزنم از فاکی دارشیم. با چیکار کنم؟ همین الان رسیدم. تو با این کارت همه چی رو خراب میکنی. من الان یه بچه دارم. به این فکر کردی؟ سب کن، سب کن، آشو بپنک بهت زنگ میزنم. خداحافظ. ببین یه اسکورتا برن پذیرش میکنم. من رئیس جمهور جزایر چیلا چیلایی گولا گولایی. تلفنو میگم. این کو دنبال چی میگردی؟ شناسنامت کو دادم بهت. آبا ندادی که تو به من شناسنامه دادی. بیا بابا، این مال پارساست، مال خودت کو. آبا این کیفه یا سطل آشغاله؟ ها؟ این چیه؟ این لکه رو آسینه تیمه، این چیه؟ این چی میگه؟ چی میگه؟ بابا نگاه کن، نکن، بعد بگیشیم تو ماشین. اینجا تکونم نمیخوریم. این آفا
اینو برای چی کشیدی بیرون؟ چرا ریختی زمین؟ بابا مانتو تو کاوره. بابا دنبال شناسنامه هم میگشتم، همینجا بود به خدا. نگاه کن چی کردی آخه، این چه وضعی آخه؟ بهت بر نخوره آوا جان، این قربتی ها رفتار میکنی، این قربتی نکن، همه زندگی رو گن زد. نمیخوام دست نزن لطفا، شما بلش خودم بفرم. جمع میکنم، به کارت برس. این چیه فلاسکی چای زنبیلت؟ میخوای برداری بری بالا با خودت؟ خب ببرم بشورمش دیگه. آوا تو نمیخوای درست شی؟ چی شده حالا مگه؟ چی شده مگه؟ مگه چی شده مگه؟ حالا خب گذاشتم تو ماشین دیگه. دیگه؟ لطف کردی. ولش کن، اونو ولش کن، اونو ولش کن. آوا یه دقیقه بشین، میخوام باهات حرف بزنم. یه دقیقه بشین. نگام کن. آوا تو اصلا متوجه هستی چه اتفاقی افتاده برای ما؟ این چیه؟ نگاه کن آسینتو، نگاه کن این چیه آخه؟ بابا داریم بزرگ میشیم، اینو بفهم، داریم بزرگ میشیم، طول و عرضمون داره رشد میکنه. یه چیزایی که من میگم اصلا میفهمی چی دارم میگم؟ نه نمیفهمی، نمیفهمی. آوا جان ما باید یه فرقایی با بقیه آدما داشته باشیم یواش یواش. مگر اینه ها؟ تو موندی تو همون سیستم؟ خیلی خواه با تو آوا. اینا که تموم شد دست شما دارم. مرسی. این تاریخ دارده من جد دیگه نمیشه، مثلا این 10 سالی برام بزرگ گرفت. بفرمایید. خیلی خوش آمدید. مرسی. چند بدونه هم لطف میکنم دیگه. خوش بگذارید. شب که همه تون ریختن تو پارک میفهمید تو به دلمون اون یه بار یه چیزی بخواییم. نگاه یه دقیقه ساکت بابا، آروم باش. این تو اینقدر عقلت نرسید که اینو نباید اینجا تو این لباس ها بذاری که اینجوری به گند کشیده بشه. نه من باید بابا جان قربونت برم، یه دقیقه آروم باش، ساکت باش، نپر. بابا جان، آبا جان، آبا من خیلی ازت معذرت میخوام، من نباید جلوی خانم با تو اینجوری صحبت میکردم، ولی خدا وکیلی تو جای من، من اینو ببرم الان رسپشن، نمیگن این از کدوم جهنم دره فرار کردن اومدن. نگاه کن، نگاه کن. به به، دست شما درد نکن آقای مهراد. ببین آبا جان درست شد، الان تاریخ تولدت هم دیگه خونده نمیشه، میتونی راحت به همه بگی اول کوچیک. آقا کاری با من دیگه نداری؟ چی میخوای؟ چی؟ پول بدم به این خانومه. دست درد نکن. دستتون درد نکنه آقا. آبا جان نورم خودم جمع میکنم. آبا جان من که معذرت خواهی کردم از شما، من بگم غلط کردم. شما به کارت برس، اسمس اومده برات. چی کار میکنی تو؟ نکن نکن، چه به قلم خراب کردی؟ نکن همه کشم درست کردم. چه دست من کاغذی ها رو خیز کردی؟ بابا شما نکنه قلم خراب کرد. بابا گوش بده ببین چی میگم. بابا جا بابا قربونت برم، زدی ریدی با حسن مردان دیگه خوب مردان. میبینی همه حرفا رو اتویت گرفته. بابا ببینم. یا روی سگ منو بالا نیار.
خیلی خوب بابا اصلا هر دو تایمون غلط کردن. میگی فکر میکنی همه چی تموم شد. QL سم انتونی. خیلی عالی باشه. پس من انشالله منتظر شما هستم. بله بله با حالا شیش ماه سگ رو زدم پدر صاحبم در اومده تا نمایندگی سم انتونی رو گرفتم. حالا آقا یه کار رو رسیده میخوام به اسم خودم ثبتش کنم. دستا بکن تو. گوهریان هم داره میاد اینجا. چطور گوهریان زنگ میزنه میگی؟ چی میگم؟ گفتم گوهریان داره میاد اینجا مگه چیه؟ اونایی دیگر که ازت میپرسم کی هستن چرا نمیگی؟ دست بزن. اصلا مهم نیست. بگیم مهم نیست. ببین من اصلا نمیفهم کلیت این قضیه چه ربطی به تو داره آقا. گوهریان چه ربطی به من داره؟ گوهریان هیچ ربطی به تو نداره. من فقط از این منظر گفتم که اگه احیانا با زنش اومد شما هم تشریف بیارین پایین. زنش میاد؟ نمیدونم. خب میپرسیدی؟ چی باید میپرسیدم؟ مثلا باید میگفتم چی؟ ببخشید آقای دکتر شما عهد و عیالتون هم همراهتون میام. مگه دکتره؟ نه شطور هستنشون. خب دکتره دیگه. دکتر چی؟ دکتر اقتصاد داره اگر در ارتباط با کودکی خواستم ببینم هستن. دکتر واقعیه یا نه؟ اون آی کیه؟ کیه؟ خانم این عبدالله است. آی عبدالله کیه؟ خانم عبدالله یه ویزیتور خورده پای کسی نیست. وای وای چرا نگفته بودین عبدالله هم داریم. خانم من از شما عذر میخوام. عبدالله هم داریم. اینا مهم من مخفی میکنیم. چی مخفی کردم؟ یه کاری میکنیم مثلا من نباید بدونم. انگار دوست نداری بگی. چی؟ این؟ بیا بگی دیگه. آقا جون من تو رو بزرگت کردم قربونت برم. من قشنگ میفهمم اصلا این چیزا هیچ کدومش برای تو مهم نیست. من بعد از یه همه سال زندگی نفهمیدم، واقعا نفهمیدم این مثلا چی گیره تو میاد. مثلا تو بگی این کیه اون کیه این چیه اون چیه. بگو خب بابا تو چی فکر میکنی؟ من گوه بگم احوال شما خواهی؟ آقا خدا شده من اونجا این سلون هاشم شما رو نگاه میکردم بکنم وکیلی وزیری کسی اومده شما هم بادیگارد بسید. من بادیگارد خودم هم رفیق. این چی آقای دکتر؟ موتور اینا که ممنوعه چیزی آزاد شده هزینه شو بده همه چی داری. آقا از شما بعیده شما که مرسدس سوارین اینو نگاه صندلی گرمونر ما اون کجا؟ باد و سوز این کجا؟ ببین من با چراغ قرمز مشکل دارم. ترافیک هم نمیفهمم. تابلو بود ممنونم که میبینم حالم بد میشه. بگم اگه تا اون یه همچی سرکشی یه چاییدن ملون باشه میارزی بگم دادا چایی دی؟ بشه دادا به کروا هر چایی دی سر نخوردی. ای بابا دیگه بگم آیزی یه لحظه آه.
چی بابا صبر کن. بیا بفرمایید. بله، خیلی خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی لطف کردید آقای دکتر، واقعا متشکرم. میگم چقدر حیفه از این واقعه مهم تاریخی چند تا عکاس و خبرنگار نیستن که گزارش و عکس و فیلم تهیه کنن برای عبرت نسل‌های آینده. چیزی نی، چیزی نی. با همین موبایل خود. نه بابا شوخی که آقای دکتر، به خودشون ببین منو. لطفاً احساساتتون رو بفرمایید. چی بگم آخه؟ خیلی خوب باشه. من البته میگم کوچکتر از اونی هستم که پیغامی برای کسی داشته باشه، ولی اگر دکتر گوهریان رو دیدید لطفا از قول من بهش بگید که یکی از بزرگترین اشتباه حرفه‌ایش رو انجام داد. این محسن مهراد من میشناسم، آدم به شدت جاه طلبیه که به طرفه‌العینی از شما عبور خواهد کرد. حالا بهش بگید، میگه که چه میدونم یک نوع جاه طلبی کاری حرفه. سلام آقای دکتر. خانمم آوا. سلام خانم. آقای دکتر خیلی خوش که میشناسید. اینم جناب آقای پسرمون آقا پارسا گل. آقا این دوربینو بگیر ببینید. آقا پارسا چطوری؟ من تو رو میشناسم، تو هم منو میشناسی؟ تو یه چیزی رو قایم کردی. اینه. چه خوشگلم هست. وای این چند تا پارسا تو اینه. حالا تو بگو. مرسی اما خب از سویت راضی هستی؟ دست شما درد نکن. یه انگشتا میگن شما یا نوازنده ای یا نقاش. آواد گرافیست آقای دکتر. پس درست فهمیدی خانم یه هنرمنده. حالا دیگه اینتریر دیزاین و کارهایی که مربوط به دکور است. طراح هنری. خوشا بال محسن که همسرش کنارشه. همسرم میلوری دخترم. خدا حفظشون کنه. نمیخواین جواب این آقای دکتر؟ نظرت بخواه. الو اینجا رو مبارکت باشه. الهی شکر. میگم گوهریان ذاتا آدم مؤدبیه ها. آوا آدم از اینجا میخواد بره تا تو تریا کیف پوسماری دستش میگیره. چطور شد گفتی من گرافیستم کار دکور میکنم؟ خب چی باید میگفتم؟ نه خوب کار کردی، خوشم اومد. فقط موندم چجوری به عقلت رسید جونم. ماما چی بگم؟ بگم مثلا خانمم با پریوش جون سفره عقل درست میکنن یا با مهوش جون بیان پشت لباس عروس دماد گل میچسبونن؟ گفتم مثلا طراح که دیگه اینقدر پریوش مهوش نکن. کی بود؟ چی؟ نه قبلیه رو میگم، بزن عقب. ببخشید این که چیده دیگه خواهر عبدالله. بس چی کنار تو وایساده؟ باید کنار کی وایساده؟ چرا اینجوری میخنده؟ محسن چه لزومی داره کنار تو وایسه؟ خانم آبا خانم همه دنیا لزوم منو درک میکنن الا شما. لزوم چی؟ لزوم چی؟ بیم مثلا یارو که میده میسه بغل دست چیز مثلا مسی چه لزومی داره؟ مسی؟ بله محسن جون، تو اگه مدل مسی دریبل زدی وایس با هات عکس بگیرن. بنده خدا من روزی حداقل 500 نفر رو دریبل میزنم که الان اینجا ایستادم. من دلم نمیخواد تو با زنه دیگه عکس بندازی. من که به دلخواه تو زندگی نمیکنم که. پارسا کجایی بابا؟
درباره پیدایش ویروس HIV که عامل بیماری ایدز، ادعی تصور میکنن که ویروس HIV از یک آزمایشگاه جنگ افزاری منتشر شده. نظریه دیگه ای که مورد استقبال گروه پزشکی قرار گرفته اینه که HIV پیش از انسان در حیوانی وجود داشته که باعث بیمار شدن اون شده. گروهی فکر میکنن شاید HIV در اواخر دهه 1950 ببینیم من میتونم یا اینطوری موازی بکشمش. سلام مامانی. سلام عزیزم. صبحونه خوردی؟ من با تماس خوردم. صبح بخیر. تقصیر خودتو که آوردیش. دیگه خانم گروگان شرکته. سلام. سب کنه. چه عاشقانه. برای خانم لقمه گرفتی؟ این بچه‌مون بابا یکم رنگی تر. مربای گل سرخی. شهد اصلی این سلیقه نون و پنیر برای بچه یه برای تو یه بابا چه خبر اینجا با روحریان برای چی داشتین سنومت خیلی خوب آقا من اصلا آدم بدی هستم تو هم بابت مسئله دیشب با من الان قریب من مشکل دارم جان محسن میدیم مرد و مردونه یه سال ازت میپرسم جواب بده میرم پیکارم یه چمه میپرسم اوکی؟ آه؟ ببین این گوهریان چه ربطی به سمینار ایدز داره؟ ربطی نداره به اینا که هم؟ نمیدونم پس شما اینجا کی هستین؟ گوهریان نیم ساعت اجازه گرفت سنو متر کنیم و برای چی میخواد سنو متر کنه؟ برای جشنتون جشنمون؟ خب جشنمون وقت ممکنه تو هستان چنین؟ چی؟ عرض کردم تو اینجا چه کاره هستن این وسط؟ بیادم آقا جان برای چی ناراحت میشه؟ خب من باید بدم توی شرکت کی به کی چی به چی خب گفت نظر بدم خب درباره چی؟ درباره ارائه محصولات جدید شرکت خب بعد تو چی گفتی؟ نظرم گفت نه من میگم چی گفتی؟ دقیق چی گفتی؟ چی گفتم؟ مهمه؟ خب آره ببین من چی کاره هستنم؟ اصلا فکر کنم گفتم یه سفره عقد میچینم براتون محصولات جدید شرکت این عطر اوت کلونای جدید رو بچینین توش ببین آوا جان ببین بیا یه قانون بگذاریم دعوا و قهر و غیظ و این داستانا برای تو خونه باشه اینجا چون محیط کاری من هرچی بپرسم تو جواب بده محسن جون مگه نگفتی مرد مردونه آخرین سوال آفرین حالا به من بگو گوهریانو چجوری دیدی وقتی اومدم پایین تو لابی وایساده تو لابی وایساده بعد تا تو دید نه گذاشت نه برداشت گفت ما برای عرضه محصولاتمون احتیاج به کمک شما داریم یه کنسه بده نه خیر منو که دید اول از تو پرسید بعد چند تا از اون جمله های سنگینش گفت بعد در مورد جشن معرفه تو محصولات گفت بعد نظرمو پرسید محسن چرا میخندی؟ مذارم ببشت محسن من مذارم میخوام یه دقیقه باشتم بعد تو هم گفتی که به نظر من بهتره که این محصولات رو در قالب یک سفره عقد بچینیم و به معرض دیدمون بذاریم آره آقا جون محسن یه دقیقه گوش کن تو وقتی گفتی که سفره عقد گوهریان گفت اوکی نخه اول فکر بعد خندید بعد چی خندید؟ چه میدونم یعنی وقتی بهش گفتی خوشحال شد؟ من خودش بپرس در مورد سفره عقد و نمیدونم نامزدی و مراسم خط سورانه میشد بهش گفتی؟ خودتو مسخره کن ببین به خدا من اصلا قصد مسخره کردن ندارم یه دقیقه وایسو میخوام ببینم که تو در مورد کارهای قبلی هم باهاش صحبت محسن. کردی؟ محسن اگه من آبروتو میبرم بگو برگردم خونه بخند خدا تو چرا همه چی رو کج متوجه میشی آخه من دارم سلام کجا رفتم بالا یه کاری داشتم بس صبحونه چی میشه؟ سگونه که فعلا موتور خلاقیتش فعال شده رفته به کاراش برای سفارش بده. تعارف می‌کنه. نه به خود تعارف نیست خود زنگ می‌زنه براش میاره. ای بابا آفرین به این اراده. واقعا باور کن گیر کرده بودم که این مراسم صحبت چجوری بر اجرا بکنه. یهو دیدم در آسانسور باز شد. کیو دیده باشم؟ خانومت. خیلی خوشحالم شکر. واقعا حالا که اینقدر اینشون جدی گرفته چرا ما جدی نگیریم؟ دلم میخواد یه قرارداد خیلی خوب براش تنظیم کنی حتما جدی میگم حتما ها یادت نره خرس میشی آوا برو آوا کجایی؟ چیکار داری میکنی؟ یه دقیقه به بیرون یه خبر مهم فقط باید مژدگونی یادت نره الان
بابا باتوام ببین به خدا زشته این کارا مال سن پارساس از سن من و تو گذشته بابا جان بابا جان ببین مگه یه زمانی به تو یه چیزی میگم چه میدونم مثلا میگم این کارو بکن اون کارو نکن باور کن باز خاطر اینه که تو یه چیزی دیدم بعضی من نمیدونم تو چرا فکر میکنی من دشمن تو هم باور کن به جان هر ستاییمون دارم قسم میخورم اونجا پیش آسانسور من خوشحال شدم من داشتم کیف میکردم که یه اتفاق به یه خوبی داره برای تو میفته بعد تو اصلا نمیدونم چی شد یه دفعه یه جوری دیگه اصلا قضیه رو متوجه شدی بعد آقا جان این هتل هم رخشون خونه داره هم لباسشویی داره همه چی داره میدیم اینا رو میشورن میشه یه دقیقه ببین میخوام یه خبر مهمی بهت بدم همینجا بگو آقا همینجا بگو دیگه بابا جان دارم میگم یه خبر خیلی مهمه در ارتباط با تو و کاری اگه در مورد منه همینجا بگو من راحتم آقا تو خیلی خوب پس لطفا این آبو ببند من نگاه کن آخه این چیه در توالت بود خیلی خب بابا ولش کن شرکت میخواد باید یه قرارداد ببنده کجا؟ آبا جا داشتیم حرف میزدیم تو پیت که من نمیفهم یعنی چی؟ میخوای چی بگی؟ میخوای بگی نمیخوای باز خودت کسی بشی؟ ها؟ نمیخوام مثل زنهای مردم یه سری تو سرا در بیاری باز خودت بحث الان هم نیستم الان موقعیت به یه خوبی پیش اومده من میلیون ها بار دارم میگم بابا یه حرکتی بزن یه کاری بکن نمیفهم ببین آقا جان میدونی مشکل اصلی تو چیه؟ مشکل تو اینه که اعتماد به نفس ندارم اگه تو طول مدت زندگی مشترکمون یه حرف حسابی زده باشه همینه همه سوتیایی که میدی آوا جان بابت اینه که اعتماد به نفس نداری و من هر چقدر سعی میکنم اینو به تو منتقل بکنم فکر می‌کنی من دشمنتم آوا جان دارم حرف میزنم یه دقیقه ببین محسن جون اگه من اونی نیستم که تو میخوای میبینی که دارم همه تلاشمو میکنم بابا امروز گوهریان اومد برگشت گفت همه محصولات ما فورمن فورومنه من یهو یاد سفره حق افتادم فورمن فورومن مرد و زن دیگه یا برگشتم گفتم بیاین همه محصولات بچینین تو سفره عقد اونم یهو برگشت گفت براوو به خدا اگه من میدونستم اینطوری میشه هیچی نمیگفتم بابا من دیدم ذهنش مشغوله یعنی خودش گفت ذهنم مشغوله گفتم یه چیزی بگم دلش واشه اسم بچه‌ش چی بود اسم بچه‌ش ملارین ببین من نمیمونه چیزی که میخوام دختره بتون... آره دختره بچه‌ش دختره من میخوام تو زنشو بتون... دیدی من زنشو دیدم بله کجا توی سفر آلمان زن ایشون رو من دیدم تو که گفتی سفر آلمان کاریه؟ الان هم دارم میگم سفر آلمان کاری بود خانم آقای گوهریان یه شرکت بزرگ داره به چه عظمت؟ چه شرکتی؟ شرکت هندلینگ میدونی هندلینگ چیه آوا جان؟ ببین محسن اگه از این پروفیسور افاده ها باشه آوا خدا شما اگه نظاری حرف بزنم خودم بزنم به برق خیلی خوب یکم آب بده بخورم ها؟ یکم آب بده بخورم ببین آوا ما تا حالا هزار بار نشستیم با هم درباره 10,000 تا چیز حرف زدیم هر وقت تو به من اعتماد کردی و اون راهی رو رفتی که من گفتم دیدی؟ حتی ماجرا به اون بزرگی قضیه ختم به خیر شد راسوریس رو رفت به کارش درست هم راسوریس شد اما هر وقت زدی به خاکی و کار دیگه ای کردی همه چیز خراب شد آوا جان میشنوی؟ همه چی خراب شد آوا ازت خواهش میکنم به من اعتماد کن یعنی چی؟ ببین یعنی تو باید آوا سعی کنی اوکی باشی ما اوکی هم خب نیستی دیگه نه 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 اینکه کلن اوکی نیستی هیچ وقت هستی ولی باید بیشتر اوکی باشی مگه من چمه؟ چمه؟ آوا جان قربونت برم غریبه بینمون نیست تو اصلا کلن تو باغ نیستی باغ؟ باغ ما آوا جان تو به من اعتماد داری یا نه
تو برای اینکه به من بگی اعتماد داری باید فکر کنی. خیلی خوب دارم، بگو. آوا حالت خوبه؟ ممنون. آوا چته؟ کجا داری میری؟ الان میخوای چیکار بکنی؟ من الان باید چیکار کنم؟ بشین اونجا. به حرف من گوش کن. آوا جان، تو باید تغییر کنی. من شما رو شاهد میگیرم چون هنوز جناحت مشخص نیست. میخنده. نخند. تو نمیدونیش شیش ماه دیگه تو کلی دوزش کلک آلوده میشی. من اگه جیز میزنم به خاطر رفتن گوهریانه. اگه اینا میدونستن که آرش بره چه بلایی سرش میاد، اونا دست و پاش افتاده بودن. حالا همه ساکت لام تا کام نشستیم. وقتی کار خراب شد ما انتظار درایت داریم. انتظار داریم من گوهریان رو برگرد. انتظار معجزه داریم. من بیزنسمنم، پیغمبر که نیستم. حالا حالا هم میبینیم، اون شب که اینطوری نبودم. موقعی داشتم پر پشو هرتی میداشتم، کیفم کوک بود. اقلا ده بار سکر نویس پاک نویسش کردم. فکر میکردم شوهرت میری پیش گوهریان. دو اسبه میتازه. من هم خیالم راحت میشه. اما اون که خالی داد. یا. خودت بخون. قلب قلب بخون، همه بشنون. آقای محسن مهراد عزیز، اعضای هیئت مدیره این گروه صنعتی و بازرگانی همکاری با جنابعالی را فرصتی بزرگ جهت حفظ جایگاه و ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات مجموعه دانسته و بدین وسیله مسئولیت سیستم پخش شرکت را به جنابعالی تنفیذ می نمایی و امید. مرسی آقای متشکرم. مرسی آقای دکتر. مرسی آقای دکتر. خیلی از دکتر. مرسی. خوش اومدی. تبریک میگم. تبریک میگم. موفق باشی. مرسی. مرسی خانم. مرسی. مرسی. مرسی از همه. آقای دکتر بابا خدافظ شما. مرسی از لطفتون. دست شما درد نکنه. آرش گوهریان میگفت شما طراح خوشفکری هستید. لطف دارم. امشب که دیدمتون شک کردم. خانمی که انقدر به خودشون میرسن یه وقت برای فکر کردن نداره. ما فرصت شبتون بخیر باشه. مرسی. آقا شب شما بخیر. قربون شما. زنده باشین. قربون شما. مرسی. مرسی. آقای دکتر مرسی. قربون شما. مرسی. میبینمتون. خدافظ شما. چی بود گفت؟ بلکه ما یه زری زد. اصلا مهم نیست چی گفت، مهم اینه که کی میگه. دوست ندارم به جایی که نشستم نگاه همه رون باشه. همینم باشه هم برم. عادت میکنی. وقتی یه جای نشستم نگاه همه رون باشه. تو دوست داری؟ آه تو الان دقیقا دنبال چی هستی؟ همین دیگه. نه همین دیگه نیست، یه بار دیگه همین سوالو پرسیدی.
خب برای اینکه برام مهمه که بدونم چی برات مهمه. جواب من اگه جواب من برات مهمه اونجا به جواب دادم به رستوران. الان دنبال چی هستی بگو ببینم؟ من دنبال چی باید باشم؟ نمیدونم ولی مطمئنم میخوای یه جای دیگه رو بزنی. این سوال الکیه. نه خیر، من میخوام بگم تو که به من میگی رفتارم متناقضه، الان رفتار خودت هم متناقضه. اوه چه عادتیه تو داری، من نمیفهمم به خدا چی. الان امشب شب خوبی بود، ما رفتیم با مهمترین آدمای زندگیمون شام خوردیم، گفتیم، خندیدیم، الانم داریم برمیگردیم مثل انسان بریم هتل. برای چی میزنی تو حالمون؟ ها؟ چرا آخه یه کاری میکنی آدم؟ او تو رو جده، تو رو هر کی دوست داری اروا امواتت نزن تو حالمون. اوکی؟ تقصیر من نیست. از روز اول تو جمع یه کاری کردم به چش نیام که تو اذیت نشی. ولی قبول کن وقتی دو نفر نگاه میکنن تن و بدنم میلرزه، دست خودم نیست. تن و بدنم میلرزه، حالا یکی نمیفهمه بگه از این مرد هاست که زنشو میبنده به درخت با شلاق میزنه روزی سه بار. محسن من اینو نگفتم. نه بیا بگو، نه بگو لطفا، نه خواهش میکنم بگو. نه من دارم میگم اولش سختگیر بودی به مرور بهتر شد. آقا جان قاعدش اینه دیگه، آدم تو هر جمعی میره بعد با اخلاق و فرهنگ اون جمع خودشو تطبیق بده. من غیر اینه. دیرم شده عزیزتون کرد؟ نه سرش گرم. حالا واقعا شرمنده من باشه، اصلا قرار نبود اینقدر طول بکشه. خیلی ببخشید. خیلی ببخشید. خیلی ممنونم. خدا حافظ. این کیه؟ باشه حالا بریم. دست شما درد نکن. جنگل چیه مرد حسابی؟ اجری شده دیگه، جنگل شده. آه تو منظورت اینه که مامان آقا خوشگل شده؟ آره ولی بیشتر جنگل شده. قشنگه. کجاست؟ چی قشنگه؟ این واقعیه؟ ای همین ساختمونه رو میگی؟ آره. آوا یعنی تو نفهمیدی این ساختمونه همین هتله؟ ای وای ای وای قشنگه. آوایی؟ بله آوا جون. بله ببین عزیز دلم، یه دونه پاکت زرد بود گذاشته بودم لای پوشه، الان نیستش، نمیدونی کجاست؟ پاکت زرد؟ نمیدونم بابا، مال خودت بود، از توی جیب ژاکت درآورده بودم، روش این پسورد سمنتونی رو نوشته بودم. بعد ما یه دقیقه درو کن. ببین گذاشته بودم اینجا روی این سورت رو چرا پاک کردی؟ نمیشد مثلا مهندس مهراد، جمع کثیری از عوامل شما اینجا این پایین تو لابی منتظر. همجوری برم پایین؟ همجوری برم پایین؟ شما بی صحابی؟ اگه بال ماسک هست پایین چه چیز شده؟ چه بال شده؟ خوشگل شدم؟ خوشگل که بودی، نه اصلا شبیه یکی دیگه شدی. این بنده خدا پایی منتظرتن دکوراتورا. محسن ها، تو ممکنه یه زن دیگه خوشت بیاد؟ چیه؟ یه زن دیگه ممکنه خوشت بیاد؟ نه آقا جان، یه زنی که همه بهتر باشه. گفتم نه.
یه زنی که من خیلی بهتر باشه. آقا جم بدم یه اینجوری با من حرف میزنی یا بهم بر میخوره؟ چرا؟ چرا؟ انگار با یه آدم هرزه ایستاده جلوت هرچی دلت بخواه بهش میگی؟ یعنی نشده تو حتی تو ذهنت از یکی خوشت بیاد؟ آبا جان تو که منو میبینی من وقت برای این دروغ میگی. تو از روز اول دقیقا میدونستی من باید چی بپوشم، چی بزنم، چی بمالم. این یعنی اینکه دقیقا اون خانمایی رو که خوشت اومده نگاه کردی، دیدی چی پوشیدن، چی زدن، چی مالیدن. غیر اینه؟ بی زحمت من نگاه کن. این ژاکت رو تو برای من گرفتی درسته؟ آره، خیلی هم بد میاد. خیلی از این بابت دست شما درد نکنه. حالا میشه برای من توضیح بدی اینو تن کدوم خوشتی پیدیدی و خوشت اومد و بعد رفتی برای من گرفتی؟ تن استاد عکاسیم. احسنت. پس نتیجه حاصل میشود که شما از استاد عکاسیتون خوشتون میومده. نه، من از خوشم اومده بود. اونقدی که بعد از گذشت 10 سال هنوز یادته؟ آره. آها. بریم پایین. شما آقا چه با کی کار داری شما؟ اون که گذاشت اینجا بهت یاد نداد مثل آدم حرف بزنی؟ چه ناراحت میشی؟ کسی منو اینجا نذاشته. واس خود واسادی؟ آره؟ واسم جاله تو بکن. با کی کار داری شما؟ آقا چی شد بابا؟ ایمانه بابا آقا این کارا چیه؟ این روزا این کارا نی؟ برو آخه برو یعنی چی؟ یعنی چی الان؟ بچی ماتم گرفتی؟ اونا دیگه روت حساب نمی کنن، ناراحتی؟ من چی کار اونا دارم؟ دیگه نمیرم جان؟ یعنی چی نمیرم دیگه؟ ها؟ نمیرم دیگه یعنی چی؟ آبا نگاه من کن دارم با طرف میزنم و شهر هرته و کشکه تو اینو قرارداد داری نمیرم دیگه روم نمیشه همینجوری میخواستی به من برسی؟ روم نمیشه؟ من چی کار تو دارم؟ تازه کار به کار کی داری؟ هیشکی آدمی که با هیچکی کار نداره اصلا برای چی هست؟ میرم که نباشم بشین! شش. با تو از این در بذاری بیرون دیگه نیستی ها حواستو جمع کن تو بهش میگم پیش قهر میکنه میره واسه من این پسرم پیدا کن پول عینکش رو براش بفرستم بره فرستادنش رفت اون چی کار دارم؟ پولو بده این همکارت که خیلی باش صمیمی میخندی بده اون ببره براش من با کی میخندیدم؟ همین که بهشون شماره دادی یه پولو بده اون ببره من شماره دادم؟ بله حسن از شرکت خودتون بودن رسید چک رو امضا کردم شو خسته نباشی برای امروز کافی باشه برای فردا صبح ساعت 10 میبینم اون راستی باشه برای یاد مرسی مرسی خدا نگهدار الو آبا جان
بریم. من خیلی ازت معذرت میخوام. ببخشید واقعا نمیدونم چی باید بگم. یک نگام کن. نگام کن. لطفا خواهش کردم. اینم نخکش شده پولی برام که برام خریده بودی. باور کن نمیدونم چمه. یه چند روزه اصلا تقصیر تو هم نیست. یعنی ببین من گوشی لازه گوشی گوشی گوشی. الو گوهریان پشت خط. الو سلام دکتر جان چطوری؟ خوبی؟ قربونت برم. آره بله بله بله. میگن طراح هم باید حضور داشته باشه. آها شما خودت هم تو جلسه شرکت کن. الو بله. بعد نیست خودت هم تو جلسه نه باشی. نه نه آقای دکتر ببین من معمولا تو پروژایشون دخالت نمی کنم چون خودشون مستقلن. باشه. نه 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 من لزومی نداره. باشه. خب بهشون بفرمایید رأس ساعت 8:30 من تو لابی هستم. فکر کنم تا حدود 11 جلسه تموم بشه و برش میگردونم. الو آقای دکتر ببخشید مگه جلسه قرار نیست تو هتل بیرون؟ نه نه مشکلی که نه 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 اوکی اوکی اوکی. مامان جان گمش کردی چی کار کنم تو پس کجا برات بیارم الان من چی کار میکنی تو 20 صفحه تخت از صبح من جمع کردم موسی ایشیز به اینو گو دیوانم کرده پرسو با بیا دستت درد نکن اینجاست بدشت برو شهدت برو کنم باز چی لطفایی در میاری دستم نمیشه باز کن دستم اونجوری که نمیشه که باز کن قشنگ باز میگم بابا واسه قرار امشبتون چی میخوای بپوشی؟ چه میدونم یه چیزی میپوشم دیگه. چه تو اینجا اعصاب نداری اصلا نمیشه باهات حرف زد. پارسا خیلی اذیت میکنه. یعنی حریف یکیش نیستی بعد میشین واسه خودت. نمیشه بعد باز کنی دست. بعد من خودم چه بیام؟ من خودم زیادم. خودت بعد باز کنی عمرن. بابا کن دیگه. میگم این لباس امروزی رو که نمیخوای بپوشی، ها؟ چرا اتفاقا؟ اونو که نمیشه باید وقتی با هم هستیم فقط بپوشش نه کو آروم نه باز نمیشه خب واسه این که یه جوری دیگه وقتی میپوشیش خیلی بد میشه زشته من نمیفهمم خودت برام خریدیش آروم اینجوری نه اینجوری درد میگیره میدونم خودم برات خریدمش ولی چیز دیگه یه جوری اصلا چه جوری میشم نه نمیدونم یه جوریه دیگه وقتی میپوشید زیادی خوب میشه یه دقیقه آروم باش بابا ببین آوا جان بیا یه چیز آروم باش یه دقیقه یه استانداردی رو برای خودمون تعریف کنیم خب اینکه مثلا وقتی با همیم چجوری لباس بپوشی وقتی که تنهاییم چجوری لباس الان برای چی داریم میخندی و دارم کاملا جدی با حرف میزنم دارم بهت کمک میکنم که بهتر شی این خنده داره بهتر از کی بهتر از چی؟ گاز میگیرم. خیلی خوب اوکی ما که با هم دیگه دعوا نداریم. گاز میگیرم. بی تربیت. دروغگو. بی ادب. پدر سگ. ولش کن. ولش کن لوسش نکن. تو اصلا میدونی آدم با چه لباسی باید توی جمعی که برای یه بیزنس جمع شدن حاضر بشه؟ تو این چیزا رو نمیدونی که من میدونم. من اونا رو دیدم. میدونم. آدم نباید پوشش به شکلی باشه که از استایل کلی اون جماعت بزنه بیرون، فالش باشه. میگیری چی میگم؟ ببین لباس یه بیزنس وومن نشون دهنده شخصیت اونه نشون دهنده نوع نگاهشه نشون دهنده میزان تحصیلاتشه خب تو این چیزا رو که نمیدونی من بعد اینا برم من اصلا تنهایی معذبم با گوهریان مگه مشکلی داری تو من چیکار گوهریان دارم من معذبم خب تو ببخشون بی خود معذبی خب جلسات کاری باید بره دیگه جلسه کاریه دیگه حالا باز شکر خدا شانسی داریم ما مثلا یکی اونجا میشناسیم اگه توی جلسه قرار باشه بری که هیچ کسی نشناسی باید چیکار باید بکنم که من نمیتونم تا آخر عمرم بیام اینجا قلاب تو بشم هر جا بری راه بیفتم دنبالت مواظبت باشم که خودت باید بری دیگه یعنی تو بعدت نمیاد چیه میگم یعنی تو ناراحت نمیشی آوا جون من باید به چه زبانی با تو صحبت بکنم ها من برای بار هزارم دارم بهت میگم من به تو بیشتر از چشای خودم اعتماد دارم خب تو باید میگو من چی بپوشم نگاه شو چی؟
دوباره بایستان بلکم مامان چون بیا ببین اینو الان شما میذاری با این چنه این چقدر خوبه ببین این هم رنگش قشنگه هم خیلی خوبه ببین کوتاه نه این کوتاه نیست وایسته دقیقه این عالیه ببین چقدر قشنگه هم بلنده هم این دوتا دکمه بالا بگیر اینو بگیر این دوتا دکمه بالاشو میبندی با سه دقیقه بهت بگم با این عالی میشه یعنی هم به لحاظ چیز هم خیلی عالی ببین این با اون کفش نخودیه با اون کیف قهوه این عالی میشه خیلی حالا گارسون شد حالا گارسون دیگه چی کارت کنم بابا محسن تو خوبی؟ محسن؟ زغالخته میخوری؟ جلسه‌تون چطور بود؟ تو ماشین که درباره آدم های جلسه حرف زدیم که مثلا کی هستن، چی میگن، چی میخوان اینقدر حرف زد حسنم سر رم یعنی اصلا تو ماشین نخندیدی؟ نه خب هیچی دیگه تو رستورانم دو تا آقا بودن درباره فرمول و خاصیت و محصولات انقدر حرف زدن تا شام تموم شد همین شف گارسونشون از گوهریان پرسید خانمتون از غذا لذت بردن منو میگفت
گوهریان چی کرد؟ مرد خجالت. اون دو نفری که تو جلسه بودن چی شدن؟ اونا زودتر رفتن. و جلسه تموم شد همه تون با هم نیومدیم بیرون؟ نه، ما موندیم یه قهوه خوردیم. قهوه رو تو خواستی؟ نه، گوهریان تعارف کرد. آه، پس جلسه خوبی بوده. اولش معذب بودم ولی بعد یه کاری کرد راحت شدم. چیکار کرد؟ هیچی، در مورد زنش حرف زد، دخترش، اسمش چی بود؟ ملورین. در باره تو حرف زد. حرفا رو کی زد؟ وقتی داشتیم میرفتیم تو ماشین. تو که گفتی وقتی داشتیم میرفتیم اینقدر حرف کار زد که حوصله‌ت سر رفت. دید من حوصله‌ام سر رفته، اینا رو گفت که معذب نباشم. آه محسن، گوهریا منو دید اینطوری که به خاطر پالتو. جالبه. خدا، گوهریان چی پوشیده بود؟ پالتو کوتا؟ بلند. چه رنگی؟ تیره. کت هم داشت؟ آره. مارک ساعتش چی بود؟ من نگاه نکردم. کفشاش؟ بابا ندیدم. همجوری پرسیدم. همجوری نپرس جانم. مامان جان، تو شیشه ایمو پیدا کردم. وای، تو شیشه ایش کجا بود؟ رفتم خونه کودای مربی. بعد تو این بچه رو به خودت نبردی؟ نه، نبردم. باشه مامان جان. چیزی شده؟ باید زودتر میزدم زخم نشه. مال بوتته؟ نه؟ نه، مال پاشنه بلند. پاشنه بلند که میپوشم اینطوری میشه. الانم که همش پاشنه بلند میپوشم. چیزی میخوای؟ معدم درد میکنه. من عصبیت کردم؟ قرصم تو ماشینه. سلام آقای مهندس. سلام. خارج سستر شفا براسس جان. میگم کجا میخواین تشریف ببرن؟ آه، من ماشینم اونجاست، باید برم از تو ماشین چیز بیارم. آقای مهندس میبینی که الان اینجا تمام پر اینا. بله. آبی آب تمام اینجا اینا برداشتی. بله. باز خیلی احتیاط کن اینا. زمنان اینجا جشن بود اینا. بله. یه ده هم باد اومد اینا، تمام زده ششار اینا رو شکنده. الان تو را زمنان چلا چلا اینا هست اینا. شما اسم شریفت چیه؟ من در یوسف هستم. آقا یوسف. بله. نمیتونم قرمت برم. بله. حواست به اینا باشه. ششمه. من زنم تنبیه هم کرده، گفته باید خودت بده بیاری. ببخشید. ولی خیلی باز احتیاط کنم اینا. چشم چشم. تو پایتن خورداشش اینا نره خوده اینا کرده. چشم. بار بهت بگم پای تلفن منو سینجی نکن. محسن تو هتل، نمیتونم حرف بزنم. آره میدونم، میدونم. آشوب به پا نکن، یکم صبر کن. باشه، آدرسو گرفتی؟ گرفتی؟ اسمس کن. خدافظ. چی بود؟ هیچکی. پارسا رو تو میبری؟
که فعلا خودم لنگ در هوام. گوهریان هم زنگ نزه. من میبرمش. آمفی‌تئاتر این دیگه نه؟ آره تو سالن. بچه‌ها میان کار دارن. پارسا بیا با جاکتتو بپوشی. محسن باش بازی نکن. چش. میگم محسن اون دفعه که تو آمفی‌تئاتر اون اتفاق افتاد با پسری دعوات شد. میشه نیای پایین؟ اوکی نمیام تو سالن. اگه کار داشتی زنگ بزن. بله، کار داشتم زنگ بزن. تو هم کار داشتی زنگ بزن. اوکی. میام. بچه ها وقتی لباسشون کثیف میشه اعتماد به نفسشون از دست میدن. خانمم پارسا رو کی آورد اینجا؟ حدود یک ساعت و نیم پیش. مرسی. ببخشید خانم، سالن اجتماعات امروز کسی جلسه یا قراری داشته؟ چون الان رفتم سالن امروز تعطیله. خب خانم من امروز اینجا خانمتون یک ساعت و نیم پیش اومدن پایین، یه ماشین اجاره کردن تشریف بردن بیرون. رفتن بیرون؟ اینجا کسی منتظرشون بود؟ نه، خانم مهراد امروز ملاقات نداشتن. مرسی. الو آبا، معلوم هست تو کجایی؟ الو، اگه میشنوی گوشی رو بردار. آبا ببین، از این خانه کودک زنگ زدن گفتن که پارسا لباسشو کثیف کرد، من براش لباس بردم. الو 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 دیشب که رفتم قرصاتو از تو ماشین بیارم حیات آب گرفته بود، رفتم تو آب پامو شیشه برید، عروسکم اونجا بود.
عزیزم من چه ساعتی باید بیام؟ تو به من ساعتشو بگو. نگران نباش دختر خوب. خداحافظ. میگم همه باور کردن داری میگم. میرم. کجا؟ آدرسشو میخوای؟ حرمان هست؟ با کی؟ بگم کیه؟ آقای دکتر امروز خیلی مرموز شدن. نه؟ ما گفتیم میایم پیش شما یه چیزایی یاد میگیریم. شما هم که داریم ول میکنیم میریم. آخه خیلی خوب. یه کم تغییرات تو صورت این قرارداد من ایجاد کردم. خواستم هماهنگ شیم قبل از اینکه بیان. برداشتن نوشتم مونوپول مشروط یعنی چی اصلا من نمیفهم. خلاص سمنتونی هم که باشن. مونوپول مشروط چه صیغه ای؟ آپارتمان بالای خونه ما خالی شد. براتون بگیرمش. میخوای ببینیش؟ قراری که بیایم. شام مهمونی. خانم بهت گفت؟ آقای دکتر من میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ بپرس. رابطت با شیطون چطوره؟ شیطون؟ شیطون من؟ یا شیطون خودت؟ شیطون خودت. من رامش کردم. ببین آقای دکتر گوهریان من دارن میان. این کتاب خانومته. دیشب توی رستوران جا گذاشت. این قرارداد که گفتی مونوپول مشروط. خدا کن از اختش بر بیایی. شما کجا میدین؟ دیگه تنهایی. خدا کنه بتونی. خوبی؟ اینو تو گذاشتی لای کتاب؟ گوهریان گذاشته نه؟ بابا میخوام باهات حرف بزنم. اذیت نکن محسن. بابا بلند شو میخوام باهات حرف بزنم. بذار برای بعد. حالا حالم خوب نیست. مگه این سوال قراره به کجا بکشه که حالا حالت براش خوب نیست؟ ها؟ این کتاب دختر دکوری است. همیشه لای کتاباش گل میذارم. اون گذاشته. لای همه کتاباش میذاره. باشه باشه برو بیار ببینم. موزه من به تو دروغ نمیگم. آبا من نگفتم تو دروغ میگی. گفتم برو کتابا رو بیار میخوام ببینم. یعنی تو حرف منو باور نمیکنی. آبا برای بار آخر دارم بهت میگم برو کتابا رو بیار میخوام ببینم. برو خواهش میکنم ازت.
آبا چرا به من نگفتی؟ آبا چرا به من نگفتی؟ چند وقته؟ 3 ماه. 3 ماهی هفته. آبا صبح کجا رفته بودی؟ رفتم دکتر. چی شد؟ صدای قلبش رو شنیدم. چرا جواب نمیدی؟ نمیبینی من همون آوام؟ هیچ فرقی نکردم. ببین از سینه این کتم هم لک شده. چرا نگاه نمی کنی؟ چرا الان ایراد نمیگیری؟ یه چیزی بگو. قبلن اگه یکی نگاه میکرد میخواستی چشاشو در بیاری، حالا چی؟ نشستی میگی فلانی هیزه فلانی هیز نیست. تو از کجا میفهمی نگاهی که هیزه نگاهی که هیز نیست؟ ها؟ تو باید بگی چی تو فکرت بود. من چیکار کردم که تو فکر کردی گوهریان باید گل بذاره لای کتابم؟ من اصلا چیکار کردم؟ من چطوری نگاش کردم؟ من چطوری بهش خندیدم؟ آوا جان ازت خواهش میکنم تمومش کن عزیز دلم، خواهش میکنم تمومش کن. داری دست میذاری رو جای حساس، لطفاً تمومش کن. محسن، اون وقتی که من دکتر بودم، اون موقع که تو هتل تنها بودی دنبالم میگشتی، به چی فکر میکردی؟ به اینکه کجام؟ با کیم؟ داریم چی کار میکنیم؟ خفه شو! ببند دهنتو! نمیخوام جواب بدم، نمیخوام فکر کنم، میفهمی؟ وایسا، آوا، وای، تو ماشین بشین، آوا وایسا. Thank you.